این نگرانی وجود دارد که گفتمان سیاسی تفرق انگیز ضد اسلامی کشور فرانسه به سیاست گذاری نهادی اتحادیه اروپا نفوذ کند این کشور ریاست ششمه ها آینده اتحادیه اروپا را عهدهدار شده و این با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز همزمان شده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد فرانسه ریاست دوره اتحادیه اروپا را برای شش ماه آینده به عهده گرفته است فرصتی که امانوئل مکرون بدون شک از آن برای سوق دادن اروپا به سمت هدف خود یعنی خود مختاری استراتژیک بیشتر در جهان استفاده خواهد کرد برخی در بروکسل نگرانند که انتخابات ریاست جمهوری که در ماه آوریل برگزار خواهد شد میتواند در ریاست فرانسه در اتحادیه اروپا تداخل ایجاد کند این اطمینان بخش نیست که تصمیم مکرون برای برافراشتن پرچم آبی و طلایی اتحادیه اروپا در تاق پیروزی در پاریس خشم نامزدهای انتخاباتی راست افراطی و محافظ کار را برانگیخته است اما بسیاری از مسلمانان اروپایی به دلیل دیگری نگران حضور فرانسه در کرسی اتحادیه اروپا هستند آنها میترسند که گفتمان سیاسی تفرقه انگیز علیه مسلمانان فرانسه به شکل خطرناکی به سیاست گذاری اتحادیه اروپا نفوذ کند مبارزات انتخاباتی فرانسه اساسا به این معنی است که این فصل برای حمله آزادانه به مسلمانان در فرانسه باز است بسیاری از سیاست مداران فرانسوی اسلام حراسی را به عنوان یک استراتژی انتخاباتی پذیرفتن بحث های افراتی در مورد اسلام و مسلمانان آمیخته با حملات نژادی و مهاجرتی به شکل کاملا محسوسی افزایش میابند به طور نگران حمله به مسلمانان دیگر تنها وظیفه مارلین لوپن نامزد راست افراطی ضد مهاجران نیست جرالد دارمنین وزیر کشور تندروی مکرون در جریان یک مناظره تلویزیونی لوپن را متهم کرد که نسبت به اسلام نرم رفتار می کند اریک زمور کارشناس تلویزیونی سابق دستور کار بدتری علیه مسلمانان به مناظرات ریاست جمهوری آورده است این در حالی است که نامزد حزب جمهوری گرایان گلیست والری پکرس موضوع سخت گیرانه ای در مورد مهاجرت اتخاذ کرده است. خود مکرون که انتظار می رود مجددا انتخاب شود در حال اجرای موجی از سیاست های ضد اسلامی است از جمله لایه هی که ظاهرا با هدف جلوگیری از تجزیه طلبی و ظهور جامعه مخالف در میان 6 میلیون شهروند مسلمان فرانسه انجام می شود. دولت مکرون همچنین به دلیل تعطیلی جمعیت ضد اسلام حراسی در فرانسه یک نهاد پیش رو و ضد تبعیض که جنایت ناشی از نفرت علیه مسلمانان را مستند می کند مورد انتقاد قرار گرفته است اما حراس اصلی در حال حاضر این است که فرانسه از ریاست اتحادیه اروپا به منظور فشار برای اقدامات شدیدتر در سراسر اروپا استفاده کند ترس مسلمانان فرانسه در دیگر نقاط اروپا مانند دانمارک و اتریش نیز دیده می شود این خطر وجود دارد که گفتمان ضد اسلامی فرانسه دیگران را نیز در اروپا تحریک به اقدامات مشابه و حتی بدتر علیه مسلمانان کند با توجه به اینکه حدود یک سوم از رای دهندگان فرانسوی گفتهاند به نامزدهای راست افراطی و ملی گرایان رای خواهند داد وحشت مسلمانان در فرانسه احتمالا در ماه های آینده تشدید خواهد شد